Акнун намандай Туркманистон ва Афғонистон бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. Муҳаммад Косеков ва Мирзошоҳ Раҳимӣ аз Афғонистон аст. Памятаю, Марфио, возьми гардадас, пала, он из Сафет Пуша, Пакистан, Мазарат, из Туркменистан, Мухаммад Косеков, ва, более бы свой сабз бушат на мой андай, Афганистан, Рахими Мирзошо. Хоб, гирет, а кто не был и бурай, доварий, Маркази Гилем, Ракубат хам Шуруме гардад. فشار اکنون از دقیقه های اول خیلی زیاد است. هر دو هم یک زل می دارنم اکنون و با سر زانو می نشست اینجا نماینده ترکمنستان کوسکوف محمد کوسکوف سر استین داشتن ها اکثر رقابت هایی که ما اینجا مشاهده کردیم در هنوز پیش از انجام مهلت به انجام رسیدند و اینجا هم علاقه امتیاز بدن رو نماینده ترکمنستان صاحب می شود. فشار او بیشتر است از دقیقه های اول. با سر زانو نشست. جهت گرفتن امتیاز که تلاش بیشتر بود باز از همین خاطر دو امتیاز بدن رو صاحب می شود. هنگامی دیدن نمره های تکراری باز یک امتیاز دیگر رو هم امتیاز بدن رو صاحب شد محمد کاسیکوف. فشار او براستی زیاد است و اکنون شانس دارد که به مرحله چهار یک نهایی رود. خب اکنون نادرست داشتن برای پهلوان افغانستانی آگاهی آورد و امتیاز حلال. واقعا فعالی خیلی زیاد بود از جانب محمد کوسکوف و بالاخره او موفق شده توانست با امتیاز حلال برای خود را به مرحله دیگر هنوار میکند نماینده ترکمنستان محمد کوسکوف. مبارزه را برای مدال های این مسابقه ادامه میدهد. تا جایی ما اطلاع پیدا کردیم در تاجیکستان نخستین قاعده گوشتینگیری سال 1963 از جانب ابراموف ترتیب داده شده بود. در دوام سالهای 1993 و 2022 با قاعده های گوشتینگیری تغییرات های کلی وارد شد با درخواست کشورهای منطقه و چگونه ای که میبینیم اکنون با همان ببینیم با عباره های زیبای تاجیکی گیرید استید حلال بدن آگاهی با همین عباره های زیبای تاجیکی اکنون در سطح جهان صدا می دهد. یک لحظه با ما تیمرلند باشایف جودوچی موفق فدراسیون روسیه هم نشان داده شد که با هیئت دیگری ورزشکاران نشسته بود. تیمرلند باشایف یکی از چهره هایی است که امروز اومان در گوشتینگیری مخلصان خیلی زیاد هم دارد با شایف و با سایت دوارون هم ایواز میگردن. موسیقی
خب اکنون آن نفری که در اکران های ما و شما است شتوربابین همگان خیلی خوب میشناسند. آرتور شتوربابین رو و ما متوجه میشیم رقابت این پهلوان موفق ازبکستانی رو. خب با لباس های سفید آرتور شتوربابین از ازبکستان بر مقابل عریف ارس از شریلانکا نیروسنجی میکند. حسون کلوت هارا خب گیرد میگوید داور و در این رقابت هم البته مدعی آرتور شتوربابین به حساب می رود. اولین رسیش ها و فشار برای امتیاز گرفتن بسیار آرامانه است آرتور شتوربابین که یک پهلوان بسیار موفق است و فشاری که او داشت امتیاز حلال را در همگی نه پالو بله پالو اینجا باگذاری میکند داور. اما معلوم است که شانس نیست برای پهلوان شریلانکا. موقعیت برای شتوربابین میتواند که پرتاف کند و امتیاز حلال. حالو که درونه و از بالا داشتن بسیار موافق بود برای آرتور شتوربابین در وزن 65 کیلوگرم برای خود را اکنون به مرحله 4 یک نهایی هموار میکند. شتوربابین آن مدعیانی که در وزن 65 کیلوگرم هستند یکی از آنها انا همین آرتور شتوربابین است. در قطار شعباز سید دبروروف از تاجیکستان شتوربابین هم مدعی به حساب می رود. همزمان ملا رجب خلیفایف این حرکت اولی که با فشار دست داشت شتوربابین همون حالت هایی که چگونه امتیاز میگیرد شتوربابین برای ما و شما نشان داده می شود. گشته و برگشته حلوکی درونه و دست را جانب خود کشید و پرتاف نمود که امتیاز حلال. بعد از این رقابت همکنون ما منتظر نیروسنجی شعباز سید ابروروف پهلوان موفق کشور بر مقابل حریفش از کشور هندوستان هستیم. داوران هم عوض می شوند. از امارات متحده عرب، افغانستان و از مغولستان اکنون این داورانی هستند که رقابت بعدی را حکمی می کنند. اکنون اسم شهباز سید ابروروف گرفته می شود و مخلصان هم منتظر نروسنجی شهباز سید ابروروف هستند. شهباز سید ابروروف در گوشتینگیری بسیار موفق است. البته در چمپیونات آسیا هم هنر نمایش عالی بود و در جام رئیس شهر دوشنبه هم واقعا هم خود را به طور ارزنده نشان داد و اکنون می بینیم که در نخستین چمپیونات جهان تا با کجا درصدی در کاری هنر خود رو نشون میده. محیط از هندوستان با لباس های سفید و با یک تکی کبود نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سید ابروروف و داور از افغانستان امر میکند که گیرد و ما متوجه میشیم که شهباز چگونه اکنون بر مقابل این حریفش نیروسنجی میکند. از
سری اوستین خیلی مستحکم داشت پهلوانی ما، ولی این پهلوانی هندوستانی بسیار خوب درخشید. که امتیاز بدن رو به دست میارد. اگر در همین حالت دفاع کردن نمیتوانید، شهباز سیدابرارف امتیازی حلال میشد. خیلی فعال پهلوانی هندوستانی. محیط در اولین رسیش رو میبینیم که امتیاز بدن رو میگیرد. پایزنی اگر توجه کرده باشید بیننده عزیز، آن پهلوانانی که اینجا هنرنمایی میکنند از کشورهای مختلف در یک سطح خیلی عالی اصولهای گوشتین را نشان میدین. وای باز بدن یا نه؟ نه اینجا بدن نیست، اما فعالی خیلی عالی دارد. محیط از هندوستان موقعیت همون است برای دلخواه پهلوان از بالا داشتن و بعدن حلوکی درونه رو با کار بردن. با این شکل اکنون شهباز نتوانست که از حریفش امتیاز گیرد. موقعیت رو هرچند جویا می شود شهباز سیدابرارف، ولی موفق نمی شود. باز فشاری پهلوان هندوستانی. شهباز سیدابرارف در گوشین جدا هم هنرنمایی میکرد که یک مرتبه نشان برینجی گرند اسلم رو هم صاحب شده بود که اون نتیجه اول و آخری بود در گوشین جدا، و چون ببینیم با گوشین ملی رو آورد. بعدن با شهباز سیدابرارف، محمد فرهادوف و رحمت الله بیگ فرهادوف یک لحظه در اکران های با شما بودند. و این بدن باز پس گرفته می شود از شهباز سیدابرارف، اما این بدن البته برتری پهلوان هندوستانی را نشان می دهد. نباید شهباز همین گونه آرامانه گوشتین گیرد، فشار را باید او بیشتر نماید. باز اینجا محیط میخواست با سری زانو نشیند، جیتی پرتاف کردن. خیلی فعال است، بینیم از هر موقع میخواهد هجوم کند، اجرای اصول نماید نماینده هندوستان. ولی تا کنون برای شهباز میسر نشده است که اما موقعیت مساعد را پرتاف کند. اینجا به هر حال از اصول های گوشین جدا میخواست استفاده برد، نتوانست. و اینجا بدن و شهباز سیدابرارف داده می شود. پرتافته که از جانب محیط بود، پهلو خیلی جای تاسف آور است برای شهباز سیدابرارف، حتی نزدیک به حلال بود. این را داوران خوب تر می دانند، اما نه اینجا بله پهلو است. چون قبلا هم اشاره کردیم نماینده هندوستان زود از هر موقع ها می خواهد هجوم کند، اجرای اصول نماید. اما تا کنون پیشتف است. پهلو باز پس گرفته می شود، با پهلوان هندوستانی بدن دویوم داده می شود. حالا وقت خیلی زیاد است برای تغییر دادن نتیجه برای شهباز سیدابرارف، ولی تا کجا موفق می شود، چون که همان محیط پیشتفی خود را ادامه می دید. از روی گلیه می براید، شاید اینجا آگاهی باشد. نه، زیر فشار بود.
نماینده هندوستان پهلوان هندوستانی به همین خاطر آگاهی نیست و رخوبت ادامه میکند. اکنون این نوبت برای شهباز موقعیت پیدا شد، اما خیلی فعال است و خوبی میداند نماینده هندوستان که چی میخواهد شهباز، با کدام طرز پرتاف کردنی است. ولی بالاخره در خون هر یک جوان تاجیک گوشتینگیری جا گرفته است و در دل خواه حالت باید یک اصول نه یک اصول را استفاده برد و همینطور با حلوک درونه با سر سیوجی چگونه زیبا پرتاف میکند شهباز سیدابرورف و امتیاز حلال را صاحب میشود. هرچند رقابت خیلی دشوار بود برای شهباز سیدابرورف، ولی بالاخره توانست که نتیجه درکاری را هم صاحب شود. مشکل بود. توجه میکنیم به عمل کرده آخر یکی از جانب شهباز بود، با اصول کمری اینجا حرکت کرد و موفق هم شد. البته چون ما در عرفه 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و این معرکه مهم ورزشی هم البته در دایره این جشن مهم است که بسیار هم قابل قبول و توجه جهانیان را به این سمت جلب نمود. داوران عوض می شوند. گانبولد کمک میکند با خسروفشاه شایف از تاجیکستان، همزمان علیبیک دلشادزاده هم داوری درجه بین المللی از تاجیکستان با داوری مرکز کمک خواهند کرد. اما کنون در وزن 65 کیلوگرم ما متوجه می شویم که با لباس های سفید نماینده مالتا کریس لاو بر مقابل یکی از موفق ترین پهلوانان وحید برین منالو اندر این میدان می شود. وحید برین منالو از گوشتین ملی از این میدان شناخت خیلی خوب دارد و می تواند که خود رو به طور اولی هم نشان دید. خب سفید پوش است از کشور مالتا کریس لاو و این باشد نماینده جمهوری اسلامی ایران وحید برین منالو. دست فشاری میکنند با ادای احترام و با صدای گیرید خسروفشاه شایف نروسنجی آغاز میگردد در وزن 65 کیلوگرم. از گریبان میدارد وحید برین منالو و چون میبینیم از دقیقه های اول فشار میارد بر جنوبی رقیبش، اگر دست خود را رها کند گا از بالا دارد و سر زانو هم خیلی خوب نشست، امتیاز بدن را صاحب میشود وحید برین منالو. هرچند ما انتظار داشتیم که در کوتاه‌ترین فرصت در ثانیه‌های اول نماینده ایران فعالی خود را به طور عالی نشان می‌دهد، ولی معلوم شد که دیگر پهلوانان هم در سطح درکاری از گوشتینگیری آگاه هستند. وحید برین منالو تا کنون
باجوزان یک بدنه که داشت. حالا با سری زانو می نشیند. اکنون معلوم گشت که بیشتر وحید بر این منالو از با سری زانو نشستن بسیارتر استفاده می برد و اکنون کم فعالی پهلوان مالتا هم دیده می شود. آگاهی اکنون برای کمفعالی به نماینده مالتا فشار وحید بیشتر می شود. خب البته ما در پیش از شروع چمپیونات جهان استقبال مهمانان بود و نشست مطبوعاتی و کنگرس و دیگر روندهایی که قبل از برگزاری رقابت ها دایر شدند، نظر و عقیده دسته های اشتراکچی مربیان آنها را البته در برنامه ها و گزارش های علاهیده شنیدیم که بسیار هم یک تأثیرات خوب دارند از آبادی و رشد و پیشرفت دوشنبه شهر، مخصوصا از مهمان نوازی مردم تاجیک. و اینجا تنبیه میگیرد کریس لیو از مالتا، بدن حرکت واحد بر منالو، شاید این مربی یا نماینده کشور مالتا است که برای ما و شما نشان داده شد. خب داوران را نزد خود دعوت میکند، داوران کنجی را خسرو شایوف، شاید به خاطر خارج کردن از روی گلیم در مورد پهلوان مالتا باشد. چون خیلی زیاد کم فعال است. چون میبینیم آن تاقی های ملی که در سری کودکان است و همین طور خارج کرده شد کریس لیف از مالتا و وحید بر این منالو باشد. برای خود را به مرحله دویومی رقابت ها هنوار میکند. بیچاره او زیاد بود نماینده ایران، به همین خاطر البته که بالاخره او موفق شده توانست. در وزن اکثر وزن هایی که اینجا رقابت دایر کردید، چهره هایی هستند که در گوشتینگیری هنری بسیار هم عالی دارند. اکنون سیراج‌الدین چاریف داور مرکز از ازبکستان با همراهی داورانی
کنجی آماده است که رقابت بعدی رو هم قضاوت کند. خب نروسنجیو آغاز می شود در وزن 65 کیلوگرم. مولا رجب خلیفایف از تاجیکستان بر مقابل حریفش از مراکش هنر نمایی می کند. مولا رجب خلیفایف گل بوسای سفید است. و با لباس های سبز باشد از کشور مراکش است. خب نروسنجی آغاز میگردد دوستان عزیز. ال مکاوی از مراکش با لباس های کبوت است و مولا رجب خلیفایف از تاجیکستان سفید پوش. خلیفایف به همگان معلوم است که چگونه هنر شایسته دارد. در نخستین چمپیونات آسیا مقام اول را هم اشغال کرده بود و امتیاز پهلو را صاحب می شود. خلیفایف زیر فشار دست هایش اینجا حرکت کرد. خلیفایف حلقه خلیفایف یک قدم با پیش گذاشت. البته در مورد دیانه که این رشته اجدادی ما است، نو بسته از ما وردشگری کسبی بودن یا نبودن، متوجه می شویم که دلخواه جوانان و نورسان ما در کشتین های نوروزی هنرنمایی می کنند. ولی اینجا سطح دیگر است. شادمان رضایف می بایست در این مسابقه هنرنمایی کند، اما در مسابقه انتخابی جامعه رئیس فدراسیون گوشتینگیری شکست خورد از حق نظر نظرف و نتوانست که در این مسابقه با نفوذ هنرنمایی کند. از گریبون برای خلیفایف موافق است، اما اگر حریف را با خود نزدیک کرده تواند. با فشار بدن دیدی حمله رو اینجا با کار برد خلیفایف. امتیاز بدن رو هم صاحب شد. شتوربابین از ازبکستان در مرحله نهایی اگر اشتباه نکنم در چمپیونات اولین چمپیونات آسیا با مولا رجب خلیفایف در مرحله نهایی برای نشان طلا مبارزه بردند که با یک پرتافت بسیار هم دیدنی خلیفایف حریفش را شکست داده بود و امروز هم احتمالی با هم روبرو شدن هست با این حریف ازبکستانیش. ما قبلا در مورد جایزه ها هم حرف زدیم که برای نفرانی غالب
چگونه قدرشناسی ها است و برای غالبان دستوی هم کافات پولی البته پیش بینی شده است برای غالبان و جایزه داران دستوی. برای جای یکم 5000 دلار آمریکایی، برای جای دوم 3000 و برای جای سوم دو جای سوم 2000 دلار مکافات پولی البته تقدیم کرده می شود که همین قدردانی ها می تواند که باز هوسمندی را در نهاد پهلوانان بیشتر کند و توجه زیادتر شود به گوشتینگیری از جانب پهلوانان کشورهای مختلف. بجز البته چمپیونات جهان ما متوجه شدیم که فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان مسابقه های مختلف را هم برگزار کرد، از جمله جام رئیس شهر دوشنبه، جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که بار دوم هم باز در نظر است برگزار شود. البته همه این تدبیرها، همه این برنامه های مشخص تنها به خاطر رشد این میراث اجدادی است. با این واسطه ما می توانیم که فرهنگ و عرف و عادت تاجیکان را به جهانیان معرفی کنیم. امتیاز پهلو گمان میکنم اینجا و با دو پهلو امتیاز حلال ملا رجب خلیفایف برای خود را به مرحله دیگر انوار میکند. این کار را باید بر وقت انجام میداد، اما در ثانیه های آخر برایش مشرف شد که حریفش را ناکام سازد، ملا رجب خلیفایف. خلیفایف به مرحله چهار یک نهایی روی خود را انوار کرد. از آن پهلوانان ما که امروز هنرنمایی کردند همگی توانستند که در مرحله اول موفق شوند. هم شکر محمد میر محمدوف، هم شریف جان نظریف، هم شعبوس سید ابراروف و هم ملا رجب خلیفایف در روز اولی رقابت ها مرحله اول رو به خوبی سپری نمودند. البته باید برتری خیلی عالی رو پهلوانان ما نشان دهند، چرا که این ورزش ما است، این میراث اجدادی ما است. خب داوران هم عوض می شوند. دوستان ارجمند، مخلصان و علاقمندان گوشتینگیری، ما ادامه میدیم گزارش مستقیم خیش رو از برگزاری اولین چمپیونات جهان در رشته گوشتینگیری و حالا اکنون رقابت ها ادامه میابند در دوره چهار یک نهایی بین مردان در وزن زیر 65 کیلو ابرک ناگوچف و خب رقیبی او از مغولستان
اسیخ بایار علاقه رقابت رو شروع کردن. خب ناگوچف این نماینده کشوری روسیه است. کوششی اولی ناگوچف و اینجا امتیاز با دست میارد علاقه پهلو و نماینده مغولستان نگران هم هست از این وضعیتی به میان اومده. بعد از این رقابتی دیگر بعدی بین نماینده ترکمنستان و ازبکستان خواهد بود و پس آن ورزشگری توجیک در این وزن در دوره چهارک نهایی رقابت خواهد کرد. بوسک حرکتی خوبی دیگری ابرک ناگوچف و حلال ظفر میابد و دوره نیم نهایی میرود. او خود خیلی باور دارد این پهلوان و حالا اکنون رقیب خود را در دوری نیم نهایی انتظار می شود این پهلوان جوان و اینجا کافکوبی مخلصان را به خاطری او می بینیم. این همون حالاته که پهلوان مغول با تخت پشت زد. اکنون پهلوانان دیگر در وزن زیر 65 کیلو دعوت کرده می شوند. جفتی دیگر از ترکمنستان محمد کوسکوف و رقیب از ازبکستان آرتیوم شتوربابین. خوب پهلوانان اول به میدان می آیند. آغاز می شود اکنون رقابت بین این دو پهلوان. آرتیوم از گریگون محمد می گیرد و برای امکان اجرای اصول نبود. بسیار حرکتی تیز از طرف محمد کوسکوف، اما در این وضعیت آرتیوم نماینده ازبکستان از اصول رقیب خود را رهانده توانست. انیقترش از چنگول رقیب بزرگ پوزنی دیگر
بوشون های دوار پلا اونو نظام جدو بشوند و ایدو همه باید برای رخوبت ما نردو این پهلاوان خود رو به طوری باید شوید ایشون دو دادن اتاونی سایست دادن در این دور یعنی در دور چهارک نیوی این لکه اون مرحله است که باید خیلی زیبا و جدی هنر نمایی کنن پهلاوانان الو خب لباسوی خود رو دوباره درست میکنن یک آگاهی با پهلوانی ترکمنستانی محمد کوسکوف داده شد ادامه می رود رقابت و بسیار یک حرکتی سری وقتی دیگر از طرف آرتیوم اما اونیز نتاونیست در این حالت موفق شود و از اجروی این اصول رقیبی او محمد کوسکوف نیز رها شد کمی اوسب میبیند در این وضعیت محمد کوسکوف یکی از حد زیاد خسته شده است و علاقه خدا یک دقیقه دیگر وقت است تا پایان این رقابت هم به حلقه برای محمد کوسکوف داده شد و از کمری رقیب میگیرد و از کمربندی او یک امتیازی بدن همچنین به پهلوانی ازبکستانی چند ثانیه دیگر تا پایان رقابت اما اگه باقی بماند کمتر از 10 ثانیه باز یک امتیاز دیگری بدن برای آرتیوم
هست و اینجا وقت این رقابت نیز به پایان میرسد در یک حالت مشکل در یک رقابت دو جوی خوب خیلی سخت و سنگین پهلوانان خوب رقابت رو به پایان رسوندند و اکنون آرتیوم شتوربابین از ازبکستان پیروز می شود در این نبرد. حالا دوستان عزیز پس از این رقابت اکنون ورزشگری توجیک شهباز سید ابرورف با میدان میآید و او بر مقابل پهلوان جمهوری اسلامی ایران وحید بریمانلو رقابت خواهد کرد. این رقابت دور چهار یک نهایی است در وزن زیر 65 کیلو بین پهلوانان شهباز سید ابرورف در کنار ما و شما است و ما با او برای کامیابی میخواهیم البته در این رقابت. و آغاز می شود اکنون نبرد با اشاره گیر دیدوار شهباز بسیار حرکت های تیز دارد رقیبی اونیز بسیار چلوک با چشم می رسد با فرق از رقابت گذشته این رقابت ببینید که چقدر جولی باست و از آغاز هر دو پهلوان حرکت های خود رو انجام داده ایستادند بازم شروع گیرد و بازم شروع می شود رقابت دوباره از مرکز دو دفعه لا پهلوان جمهوری اسلامی ایران وحید خوبتر بود کوششش اما شهباز باید که هوشیار شود و فعال گردد از گریبانی رقیب می گیرد شهباز و از کمربند او همچنین اما اجرای و سول برای او دست ندارد آگوهی با شهباز سید ابرورف و ادامه دارد رقابت حالا اینجا روی میدان اعلام میکند که پس از این خب بازم یک پهلوان دیگری توجیکستان مولا رجب خلیفایف گوشنی خواهد گرفت و استقبال مخلصان را اما دیدیم شهباز علاقه یک آگاهی دارد و حرکت او را دیده ایستادیم دوبار باز می دارد رفتی رقابت را
اینجا مربی ایرانی رو میبینیم که اشاره میکند از پهلوی راست حرکت کن میگوید برای وحید بریمنلو. شباز کمی فاصله رو نگاه میدارد و الله حرکت های او سر زانو نشستنی وحید رو میبینیم و کوشش نوبتی شباز، اما او نیست حالو که در اونها رو تاخیر اجرا کردن نتوانست. خواب 29 سانیه اولو وقت هست و پهلوانی محکمه اینجا شاید او کوشش دارد پیش از همه اروم باشد و در فرصت مناسب و تا اصول اجرا کند مقابل رقیب. اما وحید بریمنلو خود را از حد زیاد چالاک نشان میدهد. اولو کوشش نوبتی شهباز سید ابرارف سر زانو نشستنی او فالتر می شود. شعباز علاقه کمتر از دقیقه وقت باقی مانده است. شعباز برای منلو نوبتیو و اینجا چی کار میکنه شهباز؟ رقیب رو با پهلو افتون نه امتیازی بدن داده میشود اولو برای شهباز و اولین نگویی هم با پهلوانی ما بود، اولین امتیاز هم با او داده میشود. بوزه کوشش دیگری خوبی شهباز سید ابرارف و دوباره مرکز اکنون اشاره میکند که سنجیده میشود تون نرنمایی شهباز و بعدا با آگذاری خواهد شد. ما در این لحظه فرصت داریم که صحنه تکرار رو ببینیم. آمین ما فکر کردم که حالا داده می شود، اما پهلو با داده شد و شهباز سید ابرارف و ایدوم هم یابد رقابت. پهلوانی ما پیش تف است. الله یک دقیقه و 20 ثانیه باقی مانده. دوباره از کمربند رقیب می گیرد و از میان پهلو رقیب می برد. بسیار اصول زبو اجرا کرد، اما در این وضعیت وحید بریمنلو خود را رهانده توانست از چنگول شهباز و اینجا باگذاری نمی شود این حالت، این حرکت شهباز. بوزه کشش دیگری او موفق نشد بازم شهباز، ولی به هر حال پیش صفحه سولو پهلوانی ما. البته معلوم است که رقیب خیلی تمرین دیده و اموده است برای این رقابت ها. در دوری چهارک نیوی علاقه دیگر رقیبی ضعیف یا اینکه تصادفی نخواهد بود. آخرین دقیقه کوششهای نوبتی وحید بریمنلو بر مقابل شهباز و پهلوانی ما پیش از همه باید کوشش کند که برتری خود را نگه دارد. مربی شهباز رو میبینیم که با او توصیه میدهد. مخلصان پر را شهباز را دستگیری دارند. سیزونه دیگر خیلی سر و سیما فور را وحید بریمنلو گوشتی میگیرد و او تلاشه خود را انجام داده ایستاده است و خود تیری و دست آوردن امتیاز و چی شد؟ وحید بریمنلو
اصول اجرا کرد. پهلوانی ما از پو افتید. حتی احتمال دارد که با اونیز با اوی ما حلال برای شعباز، حلال برای شعباز گفته می شود. بله بله، شعباز سید ابرارو پیروز شد در دور چهارگیوی زیر کفکوبی های مخلصان گوشتینگیری و بعد دور نیمی های رفت. با صحنه های تکرار رو انتظار می شویم البته. آغاز اجرای اصول از طرف وحید بود، ولی بعدا زیدی اصول اجرا کردنی پهلوانی تاجیک شعباز سید ابرارو باعث بران شد که وحید برای ملوب و تخت پوش بزند. بله این علاقه حلال بود. در وزنی تا 65 کیلوگرم اکنون رقابت دیگر آغاز خواهد گشت بین مردان البته و اونجا در دور چهارگیوی مولا رجب خلیفایف نماینده جمهوری تاجیکستان مقابل اسلام کمچیبکوف از قرغیزستان گوشتین میگیرد. ما انتظار میشویم شروع این رقابت رو. پهلوانی توجیک در اکران های ما و شماست. رجب خلیفایف و رقیب او از قرغیزستان اسلام کمچیبکوف. تکوبی مخلصان و خطری خلیفایف شروع می شود رقابت. مولا رجب خلیفایف با یک تکی سفید حالا از گریبانی رقیب می گیرد. رقیبی او از قرغیزستان تمام جهد و تلاش خود رو کرده شده است و خب اینجا کوشش دارد که حرکت های مولا رجب خلیفایف را زیر نظر داشته باشد. بسیار عالی مولا رجب از میان پای های رقیب در آمد و قریب تیو را خوب می افتاند اما نشد. اسلام کمچیبکوف سری استینی مولا رجب بسیار خوب میگیرد و پهلوانی مو اینجا کم احتیاط کرون اولا رقابت کرد. با اشاره گیره دیدوار دوباره شروع میشود رقابت.
خیلی مشکل به چشم میرسد رفتی رقابت امروزا برای مولارجب خلیفایف پهلوان ما رقیب به نهایت احتیاط کرونا عمل کرده ایستاده است و موقع گیری او را ما میبینیم اولو و بسیار عالی مولارجب خلیفایف بویک حرکت کار رو تمام کرد و حلال بله حلال با او داده می شود کار مولارجب خلیفایف اجرای اصولی و تمام مخلصانی رو که در رفت این رقابت بودند همه رو شاد میکنند تبریک میکنیم مولارجب خلیفایف رو به خاطر این پیروزی و اکنون البته رفتی گزارش رو برای شما شوره سربون میسایف شرف داد من اینو میدین احمدزاد بودم تا این دم شما خیر هم اکنون رقابت های مرحله نیم نهایی در وزن 65 کیلو آغاز می شود رقابت اولین مرحله نیم نهایی را در اولین قهرمانی جهان اوید بگوشتین گیری بهادر حلیموف داور درجه بین المللی از تاجیکستان حکمی میکند نماینده کشور روسیه با یک تکی کبود با یک تکی سفید ابرک نگوچف با پهلوان ازبکستان ارتیوم شتوربابین جایزه‌دار مدال نقره اولین قهرمانی آسیا اوید بگوشتینگیری که از دست مولارجب خلیفایف در سال 2023 مواجه شکست شده بود با نماینده روسیه رقابت را آغاز نمودند پهلوان ازبکستان ارتیوم شتوربابین یک حرکتی بسیار هم عالی جناب را در عکس حمله به کار گرفت و توانست که صاحب امتیازی بدن هم گردیدنش نزدیک بود ابرک نگوچف هم تلاش ها را در برابر این رقیبش که قهرمانی جهان از رشته کورش به ایسا می رود زیاد نموده استوده است هر دو بحری پیدا کردنی موقعیت تلاش کرده ایستادند ارتیوم شتوربابین هم احتیاط کرونا مبارزه میبرد و تنها بحری پیدا کردنی موقعیت در برابر پهلوان روسیه تلاش کرده ایستاده است و نگوچف هم باشد
تلاش‌ها را بهره به دست آوردن امتیاز در برابر رقیبی ازبکش زیاد میکند. یک حرکتی ابراک اینجا خوب بود ولی تا حال کوشش و تلاش به نتیجه باقی میموند. با همون شکل که پای در پای ابراک نگوچف اصول انجام میدهد، حرکت ها رو پای در پای اجرا کرده ایستاده است. تو این لحظه ها فعالی نسبت به آرتیوم شتوربابین در پهلوان روس دیده می شود، ولی حالا برای کسی میسر نشده صاحب امتیاز شود، ولی کمکاری آرتیوم شتوربابین از جانب دوار با این نوبت گرفته شد و اکنون ادامه این روسنجی رو توجه میکنیم که این دو چهره در برابر یکدیگر چی گونه هنرنمایی میکنند. دوستان و مخلصان این رشته اجدادی هم بهر استقبال از اولین قهرمانی جهان و طوری که قید نمودیم دوستان و دلباختگان و پیران روزگار دیده هم بهر استقبال از اولین قهرمانی جهان با تالار جمع آمدند و بهر دستگیری ورزشگران کشور آنها را دستگیری کرده ایستادند. پهلوانان هم تلاش کرده ایستادند که در حضور این قدر مخلصه که بهر دستگیری آنها آمدند هنرنمایی شایسته رو نشان بدهند. ادامه این روسنجی آرتیوم شتوربابین و ابراک نگوچف رو اکنون پیگیری میکنیم که همونا رقابت میانی هر دو به نتیجه است و تنها با آگاهیه که به شتوربابین نشان داده شده است رقابت آنها ادامه میوبد. کوشش ها و تلاش های هم نگوچف و هم شتوربابین بهر به دست آوردن امتیاز تا این لحظه ها به نتیجه باقی میموند. یک کوشش دیگر را اینجا ابراک انجام داد و از جانب دوار مرکز هم اشاره گردید که حرکتی انجام داده پهلوان روسیه امتیازی نداشت. در برابر مردان امروز بانوان هم بهره دستگیری کردن پهلوانان با این تالار تشریف آوردند
و در هر یک رقابت که پهلوانان تاجیک انجام میدهند آنها را دستگیری کرده استودند. ماینه روسانجوی آرتیوم شتوربابین با نگوچوف تک حرکت دیگر را ابرک انجام میدهد. وقتی اساسی قوزموی پشتی سر می شود همین تاو غالبیت با پهلوان روسیه ابرک نگوچوف داده می شود آرتیوم شتوربابین باشد. اشاره کرده ایستاده است که در کدام لحظه برایش امتیاز دادن و در یک حرکت آغاز نیروسنجی که ابرک نگوچوف داشت برای او امتیاز بدن و حضوری کرده شده بود که اینجا در نوارهای تکراری مشاهده رقابت آنها می شود. اکنون دو نماینده تاجیکستان در رقابت دویم مرحله نیم نهایی وزن تا 65 کیلو شهباز سعید ابرارف با مولا رجب خلیفایف اکنون از میانی مولا رجب خلیفایف و شهباز سعید ابرارف یکی به مرحله نهایی می رود و نفری که در این دور شکست می خورد سزاوار جای سیوم در اولین قهرمانی جهان اوید و گوشتینگیری می شود. شهباز سعید ابرارف با یختکی سفید است و مولا رجب خلیفایف باشد با یختکی سبز اندر این میدان رقابت گشتند و هر دو ادای احترام با یک دیگر دست فشاری میکنند و برادرانه میانی هم مبارزه را آغاز نمودند. شهباز سعید ابرارف برنده نشان تیلوی پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه در سال 2024 از این رشته ورزش است. مولا رجب خلیفایف باشد برنده نشان برنجی گرانسلام دوشنبه در سال 2024. دو چهره ای که هر دو برای مردم تاجیک در مسابقه های سطح بین المللی خرسندی آوردند. دوره که قید نمودیم مولا رجب خلیفایف در سال 2023 نشان تیلوی اولین چمپیونات آسیا رو اوید و گوشتینگیری و گردن و اخته بود. دو چهره که از هنر نمایی یک دیگر از هنر یک دیگر بخبر هستند. یک حرکت دیگری مولا رجب خلیفایف در برابر سعید ابرارف بود که همانو کوشش ها و تلاش هایشان
خوب است و از جانب دوار هم یک اشاره بود بحریان همون حرکتی که از جانب مولا رجب خلیفایف بود که اونجا امتیازی بدن هم برای خلیفایف نشون دادن کوشش و تلاش زیاد می شود و خلیفایف یک موقعیتی خوبی دیگر را در اختیار گرفته است سعید ابرارف بوشد آرامونه گوشتین می گیرد ایستد و کمکوری سعید ابرارف رو با این اوباد گرفتند و تلاش و کوشش های مولا رجب خلیفایف تا این لحظه با این اوباد گرفته شد غالب این جفت را در مرحله نهایی پهلوان روسیه ابرک نگوچوف انتظار است حرکتی دیگری مولا رجب خلیفایف که میخواست از داخل پای رقیب اصول انجام بدهد در صاحب امتیاز شود ولی شهباز سعید ابرارف هم از حرکتی مولا رجب خلیفایف خود را کنار گرفت شو اکنون از جنوبی هر دو در پایانی نروسنجی زیاد می شود هم شهباز و هم مولا رجب ارزنده هستند بحری به مرحله نهایی رفتند ولی اکنون یکی باید به مرحله فینالی برود از این خاطر او تنها انتظاری میکشیم که هر نفر که ارزنده است روحش رو به فینال انوار کند هم شهباز و هم مولا رجب کوشش کرده استودن در برابر یک دیگر که رقیب ابرک نگوچ در مرحله نهایی شوند یک حرکتی بسیار هم خوبی مولا رجب خلیفایف امتیازی نوبتی رو برایش میارد که حرکتی انجام داده او رو بدن به حقوزاری کردن لحظه های پایانی رقابت میانی مولا رجب و شهباز است و در رقابتی که هر دو این چهره سرشناسی گوشتین مملکت داشتند پیش صفه در اختیار مولا رجب خلیفایف است
یک حرکتی دیگر از جالبی مولا رجب خلیفایف شهباز سعید ابرارف رو در لحظه های پایانی وقت دوشان زمین آورد با امتیاز پهلو با مرحله نهایی می رود مولا رجب خلیفایف و شهباز سعید ابرارف باشد در اولین چمپیونات جهان اوید با گوشتینگیری سازوار نشان برنجی می شود دستی برادرانه می دهند با یک دیگر و نوارهای تکراری را توجه میکنیم که چگونه شهباز سعید ابرارف در پایانی وقت امتیاز پهلو را از دست داد برتری مولا رجب خلیفایف از آغاز نیروسنجی در آن بود که او توانسته بود دو امتیاز بدن را صاحب شود و در لحظه های پایانی هم توانست که با یک حرکت جالب و دیدنیش صاحب امتیاز پهلو گردد و
Асосгузори Сулху Вахдати Милли, президенти Джумхури Таджикистан, президенти Комитета Милли Олимпии Мамлакат Мухтарам Имам Али Рахмон, ва раиси Маджлиси Милли Маджлиси Оли, раиси шахри Душанбе Мухтарам Рустами Имам Али такдим менамоянд. Ladies and gentlemen, it's time for awarding ceremony for the weight category under 65 kilos. Inak varzishgaroni muvaffaqi vazni to 65 kilogram ro istiqbol megirim. We welcome all the finalists in this weight category to the stage. Барандаи медали биринчи вазни то 65 кило ду нафар. Шахбоз Сайдабров, Чумхури Таджикистан. Артём Штурбабин, Чумхури Узбекистан. And the third place in this category got Шахбоз Сайдабров from the Republic of Tajikistan and Артём Штурбабин from the Republic of Uzbekistan. Варзишкари номошної федерації Росія Арбет Нагучев барандаї медалі вухрашут. The second place in this weight category got Арбуч Нагучев. Голіби вазни то 65 кілограм варзишкари Таджикистан Шахбоз Моло. Category got Mullo Rajab Khalifayev, Republic of Tajikistan.
برندگانی سه زینه افتخاری، دو زینه سیوم، مدال نقره و همچنین قهرمانی جهان در این وزن و این انعام و تحفه های کلان پولی سرفراز گردیدند. Ladies and gentlemen, for our four finalists in this weight category, the chairman of Dushanbe City presenting diplomas and Frisch Kaisers. اکنون به شرافت غلبه پهلوان نموشنای تاجیکستان مولا رجب خلیفایف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Sounds the national anthem of the Republic of Tajikistan. عکسی خاطروی با جای زداران و غالب این وزن با قهرمان جهان در فرصتی که مناسب است. تشکر و اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی، برای دستگیری همه‌جانبه و احیای ورزش انعنوی و سنتی مردم تمدن نافر تاجیک، با مخلصان برای صمیمیت و استقبال و صداقت ارزندهشان عرض سپاس و تشکر میگوییم. Thank you.
Шахбоз Саидаброров.